آماده اید زندگیتون تغییر بکنه یا نه؟ استراتژی NDS رو داریم، یه استراتژی ترید فوق تخصصی واقعی، نه از این چرت و پرتایی که همه جا پخش شده، که تضمین میکنم اگه درست بفهمیدش سود مستمر 100% کمترین چیزیه که بهش میرسید. چطور این رفقا؟ برسیم سراغ ویدیو. فلگ رو داریم، فلگ و فرکتال. امروز دیگه فلگ و فرکتال رو شروع میکنیم، وارد مباحث خیلی خیلی پیچیده تر استراتژی میشیم. آخر ویدیو هم که مثل همیشه خیلی مهمه، حتما ببینید. یه نکته گذاشتم که خیلی کمکتون میکنه بتونید دیده بهتری داشته باشی، در واقع با همون جزوه است آخرین نکته. برسیم سراغش. خیلی ویدیو امروز خفنه واقعا، دیگه کم کم داره خیلی تخصصی میشه بحثمون. و اینو بهتون بگم که رفقای گل، حتما کانال تلگرام که داخل کامنت اول پین شده رو برید جوین بدید، به خاطر اینکه تموم تمرین و آموزش‌های اضافی، رفع اشکال و خیلی چیزهای دیگه داخل کانال تلگرامه. اوکی، برید جوین بدید، استفاده کنید، ساب و لایک و کامنت اینا فراموش نشه. برسیم سراغ فلگ یا لیپ مثبت. لیپ منفی هم داریم که بهش میرسیم، ولی شما اسمشو بگین همون فلگ. اوکی، توضیحاتش بغلش هست، میتونید استفاده بکنید. جلوی دوربین نیومدم امروز رفقا، به خاطر اینکه یکم حال و احوال اوکی نبود، زیاد رو به مود نیستم، نمیخواستم انرژی منفی بهتون بدم. اومدم که قشنگ پشت گوشی یه دوره خفن رو با هم دیگه ببریم جلو. فلگ چیه داشمیر؟ فلگ اول بزن بهتون بگم فلگ اصلا چجوری استفاده میشه و ما چجوری از فلگ استفاده میکنیم. فلگ یکی از بازی ها، حرفه‌ای ترین بازی های مارکت میکره. فلگ یکی از قوی ترین بازی های مارکت میکره. فلگ قوی ترین چیزیه که ببینیدش باید بدونید که روند بیچون چرا تغییر کرد. و دیگه بهتون بگم که کل مارکت فلگه. حالا اینو بعدها بهش میرسیم، فعلا راجع به این توضیح نمیدم، ولی اینو فعلا این دوتا اولی رو به خاطر بسپرید. فلگ چجوری داشته میره؟ ببینید اون آری که نوشته که رفته به سمت بالا، این همون رالی ماه حقوق داشتیم و بهتون گفتم رالی میزنیم. اوکی آقا، برین کل پلیلیست NDS رو ببینید. اینجا نشستی بعد بیای بگی من حالیم نمیشه، نفهمیدم نداریم، باید کل پلیلیست NDS رو ببینی. از قبلش هم از ترید باید یه چی بفهمی و حالیت شده باشه که بتونی پلیلیست ها رو کم کم شروع کنی و درکش کنی. پس برید دوره ICT هم ببینید که پلیلیستش هست. اوکی، داشتم میگفتم آر رفته به سمت بالا، این همون رالی ماه. حالا مارکت میکر داخل فلگ چیکار میکنه؟ میاد اون قسمتی که دیدین رفتیم بالا اومدیم به سمت پایین، به اون میگیم سلر موو این. یعنی چی؟ یعنی سلرها وارد شدن. چه جوری مارکت میکر میاره قیمت رو به سمت پایین، میاره پایین، میاره پایین، میاره پایین، که همه فکر کنم اوکی ما دیگه قرار برگردیم. حتی خیلی وقتا کندل های تایید برگشت روند هم داخل چارت بهتون میده. و وقتی دقیقا رو نقطه زد همه سلر شدن، مارکت رو خیلی اسپایکی میبره بالا، که حالا میتونه اسپایکی نشه ولی با یه روند خیلی خوبی مارکت رو میبره بالا و اف رو میزنه. و اینجاییه که تمام سلرها و بقیه اینطوری هن که اوکی رفتیم بالا، تموم شد، رفتیم بالا دیگه، بریم قشنگ بیتکوین 100,000 دلاری. ولی دقیقا از رو نقطه F مارکت به شدت میفته پایین و هم اینجا سلرها رو زدن، هم کسایی که بای گرفته بودن رو زدن، قلقم کردن. اوکی، کل ساختار فلگ اینطوریه. اینم فلگ به قول معروف یا لیپ منفی، فلگ منفی که همچین فرمی داره. رو چارت فلگ رو ببینیم. رو چارت فلگ چجوری؟ اینطوری، خیلی خیلی ایزی. ببینید فلگ اصولا اینطوری زده میشه، کامل رو چارت هست، داره نمونهشو نشون میده. فقط اینو بهتون بگم که فلگ دقیقا چی، ما داخل هوک هم فلگ داریم بچه. یعنی مثلا میاد میره یک رو میزنه، یک و یک میزنه، میره دو رو که زد تو تایم پایین مثلا یه فلگ میده، همونو بر میگرده پایین، مثلا پایینی رو میزنه و دوره فلگ میده، میره بالا نقطه 3 رو میزنه، نقطه 3 فلگ میزنه، برمیگرده تا 86. که حالا الان بین فرکتال رو توضیح بدم یه چیز خیلی خفن تر هم میفهمید به غیر از این. اوکی، این شد تا اینجای داستان. فرکتال، فرکتال چیه؟ بچه خیلی ساده است. فرکتال یعنی تو در تو بودن مارکت، تاثیرگذاری تایم فریم ها از هم و یه تشکیل دادن تایم فریم های بزرگ توسط تایم فریم های کوچیک. و اینطوری که مثلا ساختارهای کوچیک کنار هم دیگه ساختار بزرگی رو تشکیل میدن. اوکی،
و بهتون بگم که مثل اون عروسک‌های روسی میمونه. هی در میاری یه عروسک دیگه توشه، در میاری یه عروسک دیگه توشه، در میاری یه عروسک دیگه توشه. اوکی؟ دقیقا مثل همونه. الان هم داخل این شکل بخوام بهتون توضیح بدم که فرکتال رو درک بکنید، فرکتال اینطوریه. یک، اینجا نوشته یه دونه هوک زده، نوشته هوک 86 اول، نگاه کن نوشته یک ساعته. اوکی؟ سایکل اولمون، نگاه، یه هوک، دو هوک، اومدیم یه هوک گنده زدیم و سایکلشو بستیم رو 86%. ولی اینا همه یک ساعتن، شما همینو ببری روی دیلی، اینا کلشون یه سایکلن. اوکی؟ یعنی سه تا سایکلی که الان داخل یک ساعتی دارید میبینید داخل دیلی کلن یه سایکله. اوکی؟ فرکتال یعنی همین، به همین سادگی. اینو ببری داخل دیلی کلا میشه یه نیم دایره. قبلا هم بهتون توضیح داده بودم که تمام نیم دایره ها سایکل هان، همون هوکان. الان بریم تو تصویر بعدی کامل متوجه میشید. فرکتال خیلی بحث مهمی ها. خوب گوشاتو بده من. آخر ویدیو هم یه مثال درست درمون میزنیم. اوکی؟ ولی گوشاتو بده من، فرکتال خیلی بحث مهمیه. خیلی. شکل بعدی، الگوی نیم دایره که شکل یکه. بچه همون نیم دایره ای که من به شما گفتم داخل چهار نیم دایره ها همشون همون سایکل ها، هوک ها و غیرن. حالا برای مثال من تایم فریمی به شما میگم. اولین تایم فریمی یک ساعت است اون نیم دایره. تایم فریممون رو بیاریم روی 15 دقیقه، میشه شکل دو. یعنی رفته بالا یه فلگ زده برگشته. اوکی؟ حالا تا این فریممونو یه دونه بیاریم پایین تر، یعنی مثلا 15 دقیقه، میشه شکل 3. اوکی، الان شد هوک 1 1 2 2 3. که همین، یه تایم ببری بالا میشه شکل 2، یه تایم بیاری دوباره شکل 2 رو پایین میشه شکل 3. حالا شکل 3 رو یه تایم دیگه بیاری پایین، ببری 5 دقیقه، 1 دقیقه، 3 دقیقه، میشه شکل 4. که هوک هوک زده، 1 2 1 2 1 2 باز گذاشته، رالی کرده، فلگ زده، برگشته، برشده 6. اوکی؟ حالا فهمیدی داستان فرکتال چجوریه؟ باید فرکتال رو درک بکنید تا بتونید از این مارکت پول بسازید. فرکتال خیلی بحث مهمیه، حواستون جمع باشه. باید مارکت رو فرکتالی نگاه کنید. یعنی چی؟ یادتون باشه تایم فریم بالا رو تایم فریم پایین تاثیر میذاره، تایم فریم پایین تایم فریم بالا رو میسازه. تا اینو رو چارت و دیدتون نتونید پیاده بکنید، سود خبری نیست. بریم بعدی. شکل بالا رو نگاه بکنید. زده 1 1 2 2 3 3، هوک خودمونه، خیلی ایزی و معمولی. بیایم رو شکل پایین چی میبینیم؟ مثلا نگاه کن خط آبیو زده که یه دونه فلگ زده، اومده یه فلگ دیگه زده که شده فلگ در فلگ، که میشه همون 1 1 2 2 3 خودمون. زیاد خودتون رو درگیرش نکنید. و داخل قسمت نارنجی زده کلن این یه فلگه، این ساختار. اوکی؟ کلن یه فلگه. و داخل توسی رنگ که با خط چینم اندازه گرفته و نشون داده، کلن میگه آقا این کلن یه نیم دایره هم هست. اوکی؟ یعنی به صورت‌های مختلف تو تایم فریم های مختلف شما میتونید این سایکل رو ببینید. اوکی؟ و این شد از ویدیو امروز. بیشتر از این طولانیش نمی کنم، کم کم دیگه قول میدم بیشتر کنم آموزشو، یعنی سریعتر آموزشو رو بذارم. فقط تمرین یادتون نره، باید چشماتون عادت کنه. چشماتون عادت نکنه اصلا باطل، باطل. سابسکرایب، لایک، کامنت، زنگوله بغل سابسکرایب و حتما فراموش نکنید پلی لیست رو ببینید، پلی لیست NDS رو ببینید، پلی لیست ICT رو ببینید، بقیه ویدیو رو ببینید که راه بیفتید و یک تریدر واقعی بشید، نه این چرت و پرتایی که همه جا پخش شده. عاشقتونم، مراقب خودتون باشید.